مثلا برای اولین بار دختران ما با مقنعه و با چادر در بازیافتن پکن شرکت کردن. درست بگم که شب یا دو سه روز قبل از اینکه این دختر بخوام برن پکن، یکی از دوستان خود ما نزدیک خود ما که دوغم رئیس وداستان هم من گذاشته بودم میشه اینا، گفت آخه این دختر میخوام برن اونجا گناه داره شرعن فلان فلان، گفت آخه اینا با پوشش اسلامی بودن با مقنعه و چادر، نه که یکی بعدی مقنعه بعدی، هم مقنعه هم چادر رژه رفتن را عکسش از که دیدی شبان اولین باری بود که ما زنمون بعد انقلابی رفتن. میگم همون شبش داشتن من میزدن دیگه، و بعد روزنامه چی داشتن یک شب را یک شب فراموش شده در برده دنیا اینا در دخترها با این حجاب با این عظمت با این بدن، بعد بازی آسیا بازی اسلامی خانم‌ها شد، یعنی هم از اسلامی کار شد در جوری. میخواست بده عرض کنم که ژاپن مسابقه بده، آقای پروین هم مربی تیم ملی بود هم مربی تیم پیروزی، یک ریال هم از سیستم پول نمی گرفت. حالا من مربی تیم ملی میره علیه فدراسیون تو کمپیوتر جاچیت می کنم فدراسیون جهانی اینا می کنن، اونا یک ریال هم پول نمی گرفت. عرض کنم که خوبه بگم بعد من یه جای دیگه گفتم آقای پروین اون موقع میخواستم بدن عربستان مربی تیم ملی میشه عربستان بکنن 50 میلیون تومان اون موقع میدادن که حقوق ما 18000 تومان بود، ما 5000 تومان بودن. بعد آقای هاشمی من دید، خب بگم میشه خیلی لطف داشت، آقای پروین میخواد بره آتید، گفتم که بله، گفت چرا؟ گفت خب 50 میلیون تومان بهش میدم، گفت شما چقدر میگم هیچ، گفت خب بگو نره، ما برات آقای پروین میگم نره باید ایش میکنم، گفت باش به همین راحتی هم اگر پول بگذارد اسمانی که نیست اینجا میکنم ما لحظ نه جان هست که آسان بتواند. پنجا میلیون اون موقع با دو میلیون یه خونه میخواد خریدیم. عرض کنم که حالا میخواستم برم با تیم نیسان مسابقه بدن، بلوی بیت هواپیما نداشتن. یه آقای پروین اومد من گفت داخل، خب من پول بیت هواپیما به شما میدم دو میلیون تالش یادشه، اگه بردی میبخشم اما اگه باختی باید پولو بیا پس بدی، برای اینکه مطمئنم باشم باید یه چک بدی و اینا. اینا بیا چک دو میلیون تن مدام و این رفت و اتفاقا مساوی شد، مساوی تو قرارداد ما نبود، معلوم نشه با چی کار باید بکنی. همین شروع بود که من از تربیت دارم اومدم اون بعد رئیس بعدی رفت این چک گذاش اجرا رئیس مجلس سازمان برداری. من خواهم بگم آقا من چه گناهی کردم؟ چی بوده ایسا؟ آره نگه نیا آقا میاره حالا نگم این آقای هاشم تبا بود ولی نه نگم خودش ولی انجیل سازمان تربیت داره. بعد اومد من رفتم آقای هاشم میگفتم، آقای هاشم رئیس جمهور و ایشون چیز کرد بعدش جان بازان و معلولین رو خیلی کمک کردیم، آقای خسروی وفا رو گذاشتیم که هنوز هم و علاقمنده و مورد اعتماد آقا بود و اینا. راجع به سفر محمد علی طلایی به ایران هم بله. یه توضیح بدید. بله یه کاری که خب کار بزرگی بود اون که سفر محمد علی و از اون مهمتر سفر سامورانش. سامورانش ما یادم سامورانش رئیس کمیته ملی المپیک. یا یه کار دیگه بگم یه کار دیگه حالا هم بگم عرض میکنم که حالا همین سامورانش بگم. ببینید توی کمیته بین المللی المپیک اون اعضا دائمی هستن تا آخر اون وقت، تا قبل از ما هنوز چیز بود شاپور رضا اونجا بود در حدی ما حق عضویت نداشت، کلی ما این آقای سواران شو بودیم کلی برنامه دیگه ایوانان تا توانستیم بالاخره نماینده خودمون بفرستیم به آقای هاشم دو بعد از من اومد به خودم عمر من دیگه کفاف ندارم، ولی بالاخره اون شاپور قرآن بده حذف کردن غلام رضا علیزاده اشتباه شاه رضا قهر شده و کمیته ما رو قهر کردن. آقای هاشمی طبا چندی بار شرکت میکرد مدا بعد که از کمیته المپیک رفت بادم اون از بدم اون جایگاه رو هم بادم از دست. این نکته اول بود. نکته دوم آقای کلی خب یه شخصیت جهانی غیر از الان مثلا برزش میدونیم که ریالا تو سیاپوس دار یه چیزی داشت و اینا آرزه ما با برنامه خیلی زیادی آوردیم اینجا با آقای هاشمی ملاقات کرد بحث خیلی قشنگ کرد بعد از گفت من حاضرم مثلا واسطه بشم بین ایران و عراق مثلا برای
رابطه سفیر دوستی به اینا بشم که این کارم خب حالا بعدا یه مقدار ادامه داشت اینا و ایران و عراق. حالا بعد از که ما اومدیم من با اونم اتحاد قطع شد، اومدیم مسابقات بوکس رو تماشا کرد توی سالن چیز نه نه توی امجدی هم سالن چیز توی امجدی بله افراسیابی بله بله عرض بکنم که افراسیابی بله درست من بگم گفته دی افراسیابی بله درست سالن افراسیابی خیلی جالب بود اونها که ما دیگه نمیگیم بالا اینجا خیلی جالب بود اومد خونه ما حتی عکس تو خونه ما اومد اونها یه آپلان